نوید و نرگس طور کوهنوردی با هم آشنا شدن. سال پیش اینطوری بودن. با هم ازدواج کردن و اینطوری شدن. قبل ازدواج نرگس کلاس یوگا میرفت و نوید بدنسازی کار میکرد. روز عروسیشون یکی از خوشندامترین زوتا بودن. اما شش ماه بعد عروسی نوید 15 کیلو و نرگس 12 کیلو اضافه وزن پیدا کرد. این اتفاق برای خیلی آشناست. شاید تو هم جزو اونایی هستی که بعد ازدواج ساخت شدی. آماری که در آمریکا، استرالیا و کشورهای اروپایی گرفتن نشون میده که 82 درصد زوتا در سال اول ازدواجشون تاختر میشن و سوال مهم اینه چرا؟ وقتی دلیلش رو جستجو میکنی به چیزهای کلیشه میرسی هیچ کس اون دلیل اصلی رو نمیگه میخوایم دلیل این تاقی رو بفهمیم و براش راکار پیدا بکنیم چند تا دلیل داره که سه تاش مهم هستن دلیل اول رسیدن به هدف یکی از دلایل مهم ورزش کردن باشگاه رفتن و رژیم گرفتن دخترها و پسرای مزرد اینه که خوشیکل باشن تا برای جنس مخالف جذاب باشن سلامتی به اون است میخواد جذاب بشه که پارتنر پیدا کنه خواستگار پیدا کنه تو یک گروه از بقیه جذابتر باشه از رقیباش جذابتر باشه جذاب بودن برای پارتنر هم به دختر و هم پسر انگیزه میده که رژیمش رو رعایت کنه حواسش به بدنش باشه ورزش کنه گونوردی بره باشگاه بره اما بعد ازدواج دیگه این انگیزه وجود نداره چون فردی که میخواسته رو به دست آورده دیگه ناخداغا اهمیت ورزش و تغذیه و باشگاه رفتن و کونه رفتن در ذهنش کمرنگتر میشه. به جای این کارها بیشتر با همسرش وقت میذرونه تنقلات میخوره شیرینیزات میخوره فستفود میخوره و نتیزش میشه چاقی و اضافه وزن پس اگه متعهل و اضافه وزن داری دوباره باید یه دلیل قوی برای ورزش کردن و تناسب اندام داشتن پیدا کنی تا وقتی که ذهنت دلیل قوی برای لاغر شدن نداشته باشه اون رفتارها و عادتهای اشتباهی که باعث ساقید شده رو ادامه میده پس حتما یک دلیل قوی یک سرایی قوی برای لاغر شدن و به تناسب اندام رسیدن پیدا کن که دوباره اون انگیزه در وجودت روشن بشه اینطوری راحت تر میتونی سبک زندگیت رو اصلاح کنی دلیل دوم وعده بعد رابطه جنسی خود رابطه در ساخ شدن و لاغر شدن تأثیری نداره اما تنقلات و مواد غذایی که بعدش خورده میشه باعث ساقه میشه یعنی یک وعده به وعده های غذایی زوت های زبان اضافه میشه چون به دلیل تغییرات هورمونی ناشی از رابطه اشتهای فرد تحریک میشه و احساس گرسنگی میکنه حوس غذایی شیرین میکنه بنابراین سراغ شیرینی و شکلات و آب میوه و مواد غذایی پر کالری میره و همین موضوع به مرور باعث اتساقش میشه دلیل سوم مسئولیت پذیری و استرس بعد ازدواج برای هر دو طرف یک مسئولیتهایی به وجود میاد اولویتهای زندگیشون تغییر میکنه اگه فرد در اثر این مسئولیت های جدید زندگی میزان استرسش بیشتر بشه در اثر استرس متابولیسم فرد کند میشه و کم کم چاق سراغش میاد دلیل کم شدن متابولیسم در اثر استرس رو در ویدیو قبلی توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنم. ویدیو قبلی رو سر فرصت ببینید تاثیر بعدی استرس روی پرخوریه پرخوری عصبی یعنی فرد برای اینکه استرسش رو پایین بیاره رو میاره به غذا خوردن غذا میخوره که حالش بهتر بشه استرسش کمتر بشه به آرامش برسه پس از یک طرف متابولیسم کند میشه کالری سوزی کم میشه و از اون طرف پرخوره میاد سراغش کالری دریافتیش بیشتر میشه این عامل هم در کنار دو عامل قبلی روند چاق شدن رو سریعتر میکنه دلیل های دیگه هم دخیل هستن مثل دوره همی ها، مهمونی ها، رستوران رفتن ها و غیره در یک کلمه میشه تغییر سبک زندگی یعنی کارهایی که قبلا انجام میداد رو دیگه انجام نمیده مثل ورزش کردن باشگاه رفتن توجه به تناسب اندام و تغذیه و کارهایی که انجام نمیداد رو داره انجام میده کارها و رفتارها و عادتهایی که باعث تاقیش میشه خب حالا دلیلش رو فهمیدیم چی کار باید بکنیم برای هر تغییری شما باید دو تا نقطه رو مشخص بکنید نقطه مبدا نقطه مقصد مبدا یعنی الان در چه وضعیتی هستی وزن چقدره چقدر اضافه وزن داری دور کمرت چند سانته درصد تربیه بدنت چقدره یا چه مشکلات جسمی داری اینا رو باید کامل واضح یادداشت کنی بعد نقطه مقصد رو مشخص میکنی با توجه به سن و قدت وزن ایدال چقدره چند کیلو میخوای کم کنی چقدر میخوای لاغر کنی هدفت فقط چربی سوزیه یا میخوای ازلهاتم فرم بگیره اینا رو واضح برای خودت باید مشخص کنی مرحله سوم انتخاب مسیر رسیدن به اون هدفه چطوری میخوای به هدفت برسی مثلا میخوای 20 کیلو وزن کم کنی تربیه شکم رو از بین ببری سوال اینه که از سر جمی استفاده میکنی کدوم ورزش رو انجام میدی فستینگ تو برنامه هست یا نه ورزش هوازی انجام میدی یا بدنسازی کدوم غذاها رو باید کمتر بخوری کدومها رو بیشتر بخوری با توجه به مزاجت کدوم دمنوش ها باید استفاده کنی یعنی باید یه برنامه دقیق و مشخصی داشته باشی که تو رو سریعتر و راحتتر به اون هدفی که مشخص کردی برسونه و مشکل اصلی افراد تو این مرحله است چون دانش کافی ندارن دست به کارهای اشتباه میزنن رژیم خودسرانه میگیرن ورزش اشتباه انجام میدن و نه تنها مشکل ساقشون حل نمیشه بلکه به سلامتیشون هم آسیب میزنن مثلا موهاشون میریزه کبدشون داغون میشه کلیهاشون آسیب میبینه برای اینکه این مشکلات برات به وجود نیاد من یه چالش 36 روزه طراحی کردم که شخصا شرایط فعلیت رو بررسی میکنم و قدم به قدم کمکت میکنم که در عرض 36 روز 9 کیلو تغییر کنی 7 کیلو چربی خالص از دست میدی و همزمان 2 کیلو عضله میسازی اونم خیلی راحت و با پشتیبانی خودم روز شروع چالش به زودی در پیج جدید اینستاگرام یعنی پیج تمپلاس اطلاع رسانی میشه اگه پیج رو نداری تم پلاس رو جستجو کن و پیج رو فالو کن چون علاوه بر این سالش، هر روز نکات کاربردی و مهمی رو هم در اینستاگرام منتشر میکنم که میتونید ازشون استفاده بکنید